چهار مرکز. شما ایسار سفر. شما ایسار. شما دوازده مرکز. شما دوازده یه زحمت بکشین یه پیگیری داشته باشین موقعیتشون رو ممنون میشه. کشفیات و تعداد دستگیر شده یا؟ دسته میکرد رو سلام دارم دستگیر شده؟ خب من موقعیت شماره 6 زد اجرای طرح که مدنم در هست. بله چشم. 45 را کرد. چرا باید سلام خسته نباشه موقعیت دو؟ نظر بود اتفاق شده پارکی این مدار یک زد بر مدار قانونی به عمود راهور اتفاق شد. بله چشم. شما سریع مراجعه کنین از منزل تماس بگیرید. این مواد مخدر و ارازل و باش حتما تو موقعیت داشته باشین. دستگیری هم حتما داشته باشین. اعلام میکنین که به استایشون برسید. واحد هفت مورد اقدام به خودکشی روی پل عابر پیاده در خیابان 12 هم سریعا وارد عمل بشین. اما زورشون میاد یا که مردن تنها نورشون میاد وقتی سر رو به ستاره ها کنی نمیدونی که به چی نگاه کنی مثل خورشید بعضی ها مشهورن بعضی هاشون ناشناس و دورن Thank you.
که دست گرگ کمترین فاصله سال نوریه راز این که برقرارن دوریه یکی داره اون یکی میگرده که خودش مدارش رو گم کرده پشت این اما یه نظم ساده است حتی اشتباه رو برنامه است خانم مظاهر؟ بله؟ من علیرضا عنایت هستم، خبرگزاری اتفاق. خوشبختم. می‌خواستم یه پیشنهاد کاری خوب بهتون بدم. من کار دارم. حالا پیشنهادتون چیه؟ خبرنگار بخش حوادث خبرگزاری ما. نه ممنون. من دارم همینجا این کارو می‌کنم، اونم تو صفحه اول. خبرگزاری شما یه خبرگزاری سیاسیه. پس منو می‌شناسید. اسمتون رو شنیدم. شما خبر حوادث رو تو کدوم ستون کار میکنید؟ قطعا تو صفحه اول نیست. نه، نیست. شما خودتون پیشنهاد بهتری به ذهنتون میرسه؟ بخش سیاسی. سیاسی. ببینید خانم مظاهر، شما دید عکاسی خوبی برای ثبت حوادث دارین. حالا چطور انقدر راحت به سوژه‌هاتون نزدیک میشید؟ بماند. قطعا یه تکنیکی دارید که خب به درد خبرگزاری ما میخوره. اگه قرار به انتخاب باشه بخش سیاسی رو انتخاب کنم. با کدوم سابقه؟ خود شما اول با کدوم سابقه تو بخش سیاسی استخدام شدین؟ 6 ماه آزمایشی زیر نظر خودم، اما اگه به نتیجه نرسیم دیگه گزینه سرویس حوادث هم روی میز نیست. قبول. کمره دو روم بک کن، از شات بسته بباز. آروم، خوبه. نگه دار. یه بار دیگه همینجا نگه دار. دو مشکل داره. تو فوکوس می‌بینی اینو؟ نه، لازمه یک بار دیگه کنترل کنید. گفتید تنظیماتون تموم شده. لطفاً آماده باشید، چیزی نمونده. یکی رو بنشونید سر جای مجری، چک کنید تصویرش رو. خیلی خوب. بله، با همون دو. دو عزیزم، باش پشت دوربین. باش، الان میان کمک میکنن حل بشه مشکل. بجز اون دوتا مشکل یه تاش زردم داره. گفتم بهتون ما نمیتونیم مشکل داشته باشیم توی همچین پخشی. دقت کنید بچه‌ها، هر گرفتاری میتونه برامون بعداً بلوا درست کنه. دوربین دو مسئله داره. لطف کنید یه دوربین 4 رو به عنوان رزرو داشته باشید. از اون پخشایی که بعد گرفتاری هست پشتش. بچه‌ها یادتون باشه شاتاتون باید بالانس باشه. هیچ کدوم نباید تصویرش از اون یکی متفاوت باشه. هر وقت از این کلوز میگیرم اون یکی هم کلوزش رو آماده بکنه. هر وقت میدیوم شات گرفتم دوربین بعدی هم میدیوم شاتش آماده بکنه. بهانه ندید دست طرفدار آقای اسفاریان یا اون یکی آقای ملک. دقت کنید. بله، دائما گوش به زنگ باشید. این دفعه هم لطف کنید روی صندلیاتون ننشینید، تمام مدت پشت دوربین باشید. یهو دوربین از دستتون در نره کله بکنه.
مثل اون دفعه. بنویسی که دوربین چهارم رو آماده کردیم به عنوان رزرو. تو گزارشا باشه. بعدن اگر هر مشکلی پیش بیاد حداقل پیش بینی لازم رو ما کردیم. خدا به خیر بگذرونه. بگید روی دوتا صندلی هم بنشینه، نورای اون دوتا رو هم چک کنید. صحبت بکنه، میکروفون رو هم چک کنید. صدا رو باز کنید. بجنبید. دیگه پخش زنده است. خواهش میکنم کنترل کنید مشکلی پیش نیاد. جوهری چی شد؟ کجا هست؟ خانم افخمی، یه رو مونده تا شروع برنامه، من بگم این نامزدا بیان داخل استودیو. نه، هنوز زوده. بذار یکم بیشتر تمرکز کنن. اندازه کافی وقت دارن جلو دوربینا هول بشن. ما دیگه بیشتر هولشون نکنیم. این جوهری کجاست؟ آماده است؟ بله آماده است. خیلی خوب، بهش بگو بیاد دیگه. وایسادی منو بربر نگاه میکنی؟ خب برو بهش بگو زودتر بیاد استودیو دیگه. چشم. ملنگ. ببین الو، ببین من خودم برای توی تویوتا کمری توپ سراغ دارم. تو چی کار با اون کاراش داری؟ من خودم برای تحلش میکنم. ببین الو، من باید برم توی استودیو. واسه مش که تو باغ نیستی یا؟ الان کل دنیا زوم کردن دارن این مناظره رو نگاه میکنن. خیلی خوب، خیلی خوب، با صحبت میکنم. خدافظ. خدافظ. چیه؟ آقا جوهری، خانم افغانی میگه کارتون تموم شد تشریف بیارین داخل استودیو. چیزی هم به شروع برنامه نمونده دیگه. این خانم افغانی فکر میکنه من دفعه اولمه. بابا ناسلامتی، ما این کاره ایم. هی آدم هول میکنه. اه. آقا سلام عرض شد. ارادتا جناب استاد. آقای صفاریان اومدن؟ الان اومدن، الان داخل اتاق گیریم. بفرمایید. سلام. سلام. بالاخره تشریف آوردین؟ آیا مسئله کوچولو داشتیم که خدا رو شکر همه چیز رو به راهه، اصلا هم جای نگرانی نیست. چطور جای نگران نیست؟ هنوز یه مناظره دیگه مونده. این آقای ملک اصلا تو اینجا نباید بالا میومد. من یه رقیب اصلی داشتم، اونم دادمان بود که خودشو کشید کنار. بله، دادمان که دادمان بود، از ترس شما خودشو کشید کنار. وگرنه ملک که نگرانی نداره. تو مطمئنی؟ بله، مگه نتیجه نظرسنجی رو ندیدی؟ این آخرین نظرسنجی. بفهم، شما 51%، ملک فقط 41%. ما خیلی جلوتریم. این چند درصد باقی موندنم توی همین دوتا مناظره میگیریم. این پست معاونت انگیزه خوبی به داده ها. شوق خدمته که به من انگیزه خوب میده. در ضمن یادمون نره که اگر من اینجا نبودم الان جناب حجیر خاتم اینجا بود. کلی وعد و وعید علکی میداد. خودتونم میدونیم که هیچ کاری از دستش بر نمیومد. آقای علی آبادی، معامله معامله است. چه با جناب علی، چه با آقای حجیر خاتم. نه، این معامله نیست، این اسمش رفاقته. بگذاریم. این ملک، ببینم هنوز سر حرفش راجبه اون بحث مالیات هست؟ آره، معلومه که هست. اصلا بهتر، برای همینه که ما جلوتریم. ملک خیلی وقت این انتخاباتو باخته. جدی؟ جانم، دختر گلم. سلام بابا، خوبی؟ چرا خوب نباشم بابا جان؟ از صبح علت طلوع 4 دفعه تا حالا زنگ زدی. تو مگه نباید الان خواب باشی؟ ساعت چنده اونجا؟ اینجا 6 صبح. تا جمعه خواب تعطیله بابا. با دوستان پای تلویزیون نشستی منتظر مناظره شمایی. مطمئنم مثل همیشه درجه 1.
قربونتون برم. بابا میدونم که باید برین، فعلا خداحافظ تا وقتی که رئیس جمهور شدید. تا قسمت چی باشه بابا؟ جانم دخترم، همون که خودتون میدونید. تا 5-6 دقیقه دیگه مناظره شروع میشه، میتونید تشریف بیارید. نمیخوان یه پودری چیزی به صورتتون بزنی؟ زیر نور این پروژکتور رو رفله میده. تبریک میگم بهتون، به شما تبریک میگم. ممنونم، سپاسگزار، لطفه. الان تبریک میگم دکتر جان، تا اینجاش خیلی خوب اومدی جلو. شما هم تو این 8 سال خوب اومدید جلو. اصلا فکرشو نمی کردی. کمره یک سفاریان رو دقت کن، خیلی بول میزنه. موقع کلوزاب نذار از کادرت بیرون بره. مناظره انتخاباتی ریاست جمهوری، مناظره بین مهندس عباس صفاریان مقام محترم معاون اول رئیس جمهور و جناب دکتر احمد ملک نماینده منتخب مردم در مجلس شورای اسلامی. به نام خدا، عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما بینندگان عزیز و محترم. عصر روز یک شنبه شما به خیر باشه. از اینکه بیننده شبکه ما هستید بسیار از شما سپاسگزارم. این برنامه به صورت میرم رو لنگ 4. یک دسته آماده باشید برای تکشاتا میدیوم. مناظره نیمه نهایی بین دو کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری رو 5 روز پیش از روز انتخابات و روز سرنوشت تقدیم شما بینندگان محترم میکنیم. این نکته رو هم خدمتتون عرض بکنم که پس فردا، یعنی حدود 48 ساعت قبل از روز انتخابات، آخرین مناظره بین دو نامزد انتخاباتی در همین ساعت برگزار خواهد شد. یک آماده باش، رایشنو بگیرم. اقتصاد داخلی، مالیات، تبرع. برمیگردم چهار. و مناظره پس فردا حول محور سیاست خارجی و روابط بین الملل خواهد بود. سلام عرض میکنم خدمت جناب مهندس صفاریان و جناب دکتر ملک. مثل مناظرهای قبل سرعت این شات رو آماده بکنه. همینطور یک وقتی از سه شاتی رو میخوام. هر دو تا تصویر دو تا کاندیدا به اندازه مساوی. نظرتون راجع به برنامه اقتصادی جناب آقای ملک اعلام بفرمایید. به نام خدا، با سلام. اجازه بدید من انتقادمو با یک مثال عینی که همین تازگی اتفاق افتاد مطرح کنم که به عمق مسئله پی ببرید. هفته گذشته جناب آقای دکتر ملک در سفرهای انتخاباتشون به ایلام با شخصی برخورد میکنن به نام آقای عباس آقا مبدت که ایشون یه کارگر لوله‌کش زحمت کشه که آرزو داشته یک شرکت تأسیساتی کوچولو باز کنه. پس جای عباس آقا خالیه. اتفاقا یکی از طرفدارای پرپاقرص انتخاباتی جناب دکتر ملک هم هست. با برخوردی که با جناب دکتر ملک داشتن متوجه میشه که اگه با آقای ملک رأی بده به اون آرزو دیرینش نمیرسه. آرزوش چی بوده؟ اینه که در شهرش یک شرکت تأسیساتی دایر بکنه، به شهرش خدمت بکنه، اشتغال زایی بکنه که اگه اون کارو بکنه در تقسیم بندی بالاتری از درآمدزایی قرار میگیره و باید مالیات بیشتری پرداخت کنه. اینجاست که عباس آقا متوجه میشه که اگه به جناب دکتر ملک رأی بده به آرزوی دیرینش نمیرسه. من مهندس صفاریان در همین جا با آقای عباس آقا مبدت و تمام کارگری زحمتکش قول میدم طرح انتخاباتی من به هیچ وجه
براشون عذرخواهی میکنم شما نوسانیاتون به پایان رسید. اجازه بدین با دکترم میخواستم عرض کنم که این افزایش مالیات آی دکتر برای این کارگرای بدبخت که هنوز یه بیمه درست حسابی ندارن درد سر ایجاد میکنه. خیلی ممنونم آقای مهندس صفاریان. جناب دکتر ملک لطفا پاسخ شما در همین مدت. سلام میکنم خدمت هموطنان عزیزم. به نظرم میرسه که جناب آقای مهندس صفاریان اوقات گرانبهای خودشون رو بیشتر صرف تماشای فیلم‌های تبلیغاتی ستادهای انتخاباتی خودشون که علیه بنده ساخته شده تلف میکنند و الا به این نتیجه نه آقای مهندس به همین سادگی هم که شما فرمودید نیست. همه ما ها میخواییم که مالیات کمتری رو از مردم بگیریم، اما سوال اساسی اینجاست که برای چه قشری؟ بر مبنای طرح اقتصادی جناب آقای مهندس صفاریان، اگر بخوایم ساده تر بگیم هسته مرکزی طرح ایشون بر این مبناست که رقمی معادل 200,000 میلیارد ریال مبنای دریافت مالیاته. یعنی شرکت هایی با این میزان درآمد مشمول عفو مالیاتی میشند یا مالیات کمتری پرداخت میکنند. اگه بخوام مثال بزنم، شرکت آسمان گستر که از اتفاق خود جناب آقای مهندس صفاریان یکی از اعضای مؤثر هیئت مدیره اون هستند، تا حدود 40,000 میلیارد ریال در سال از پرداخت مالیات معاف میشه. پس بگو از پرداخت مالیات معاف میشه. حضور شما عرض بکنم که حرف من اینه که برای بقیه 90% مردم که جزء طبقه ضعیف یا رو به ضعیف هستن چگونه بتونیم شرطتون رو کدومه ایجاد بکنیم که بتونن؟ خیلی برام فرق میکنه. هر چه بنده بالاخره به یکیشون رأی میده. آره ولی رأی یه چیز شخصیه. من که به دکتر ملک رأی میدم. گفتم که رأی یه چیز شخصیه. مالیاتی بنده برای 10% شرکت هایی که درآمد های کلان دارند. این چیزی هم که فرمودند در سفر استانی بنده خدمت آقای مودت و بسیاری از دوستان دیگه. کاش عباس آقا بود معلوم میشد کدومشون دارن درست تر میگن. کوچی که درآمد سالیانشون به ندرت به 30 میلیون تومان میرسه مشمول معافیت مالیاتی میشن. پس اینها هرگز نباید نگران باشن. برای نگران آقای دکتر نگرانن، چون با طرح شما اجازه رشد اقتصادی بهشون داده نمیشه. شما میخواین تصمیم گیرنده باشین که کی چه وقت و کجا با اجازه شما میتونه پولدار بشه. نه آقای مهندس، بنده تصمیم گیر نیستم. بنده هادی این جریانم، طراح این جریانم به شکل صحیحش. دیگه دارید مغلطه میکنید آقای دکتر. آقای مهندس، بنده نمیتونم در این شرایط خطیر اقتصادی طرحی رو تصویب بکنم و اجرا بکنم که بر مبنای اون شرکت‌های بزرگ و کلان با درآمدهای بسیار زیاد رو مشمول معافیت مالیاتی قرار بده، بعد شرکت‌های کوچیک رو تحت فشار قرار بده و ازشون مالیات بگیره. بنده چنین کاری رو نخواهم کرد. آقای مهندس، طرح شما تأثیرات مخربی بر اقتصادی ببینم تو الان مخاطر علاقه شخصی داری مناظره رو نگاه میکنی یا قرار مقاله کار کنی که من خبر ندارم؟ دست بردار بذار مناظره رو ببینم. خانم اوریانا فالاچی، با این کارات فرهانی تو رو نمیذاره خبرنگار ویژه نهاد ریاست جمهوری. تو این بخش خیلی مبتدی. نمیذارم میدونی جوگیری دیگه. اینجا بخش حوادث نیست، بخش سیاسیه. اشتباه کنی با یه تیپا میندازن بیرون. حرف منو گوش بده پیشرفت کنی. طوری نشده کاری بخوام بکنم نجیم. اشتباهت همینجاست دیگه، هر کاری بخوای که نمیتونی بکنی. بخش سیاسیه. برو کنم بذار منظره رو ببینم.
بابا این انتخابی که تاکیدش مشخصه، با این اختلاف پایشی که با هم دارن دیگه شانسی برای ملک نمونده. بگیر بخواب صبح بیدارشی به انتخابی که کردی میخندی. اشتباهت همینجاست. همه منظرشون سر معاهده هشت مونده، اونجا میتونه عقب موندنش رو جبران کنه. میگم جوگیری بگو نه. این متن اسوسییتد پرس که ترجمه کرده بودیم که بشین ویرایشش کن، انتخابات هم بسپر به اهل فنش. خون سرد بشین اون مسابقه که فردا داری برو انجام بده. این سیاست مداره بازنشستن باید صحبت میکنن خیلی ها. ببین رئیس مجلس بودن که هم چیزی نیستا، همین الان کاندید بشد من بهش رأی میدادم. آره تو الان به همه رأی میدی. بفرمایید ویرایش. فعلا از انجام پلن A خودداری کنید. باید منتظر نتیجه انتخابات بمونیم. ما هنوز یه فرصت دیگه داریم. من یه اصولی دارم پسر جان. حرفم رو روک و پوسکنده به مردم میزنم. حالا دیگه اونان که تصمیم میگیرن به من رأی بدن یا نه. ولی اون داره با سفسطه بازی و مغلطه کردن برنده این انتخابات میشه. اونم برای خودش اصولی داره. فکر میکنه اون بهتره. ما همه برای این مردم داریم خدمت میکنیم، برای این مملکت. دشمنی که با هم نداریم. اصلا موضوع دشمنی نیست. بحث سر رقابته. رقابت سالم. نتیجه تخمین پیش بینی استیمولیتر است. با 3% کاهش رسیدیم به 39%. بفرمایید. در این که شما سعی دارید کار درست انجام بدید که شکی نیست، ولی شما بهتر از هر کسی میدونید که سیاست قواعد خودشو داره. اگه با مهرتون درست بازی نکنید کیش و مات. یه دفعه چقدر تو منو یاد پدر خدا بیامرزت انداختی. اونم هر وقت میخواست منو راضی بکنه کاری که میخواد انجام بده باش موافقت کنم دقیقا همین شکلی میشد. ژستاش، نگاهش، حرف زدنش، همه چیش. شما هر وقت میخواییم بحث رو عوض بکنید یاد پدر من میفتید. ولی این بار ضعیف عمل کردید، ظریف عمل نکردید. باشه، پیشنهادت چیه؟ همون که قبلن گفتم. منم نظرم همونیه که قبلن بهتون گفتم. شما چرا فکر نمی کنید که حضور آدمی مثل هجیر خاتم و مشاورش میتونه شما رو تو انتخابات پیروز کنه؟ اون وقت میتونید با آرامش خیال به نقشه هاتون برای آینده این کشور فکر کنید، چه تو 4 سال چه تو 8 سال. کاهش تورم، رشد اقتصادی، سیاست، هنر، فرهنگ، اشتغال زایی و از همه مهمتر معاهده 8 که این همه براش وقت گذاشتید. چرا فکر میکنی من به این نکات توجه ندارم؟ من 1000 دفعه به هر کدوم فکر کردم. هجیر خاتم خیلی وقته که خودشو بازنشست کرده، دیگه تو عالم سیاست نیست. معلوم نیست بتونه مشاوره خوبی به ما بده. تازه تو خودت بهتر میدونی چیزی که هجیر خاتم میخواد محترمانش یه جور باشگاهیه. نه قبول ندارم. شما داری به قضیه منفی نگاه میکنی. به هر حال هجیر خاتم یا هر کسی حق داره در ازای چیزی که میده درخواستی داشته باشه. هجیر خاتم سیاستمدار کارکشته‌ایه. سالها برای خانم وزیری این مملکت زحمت کشیده. اصلا سابقهش به عنوان رئیس مجلس میتونه تو کابینه مؤثر و مفید باشه. واقعا فکر میکنید واگذاری پست حساس معاون اول ریاست جمهوری در قبال مشاوره ای که میتونه به ما بده عادلانه است؟ با این شرایط در مورد آدمی مثل هجیر خاتم بله هست. جواب من فعلا نه مثبت نه منفی. تا آخر شب نظر قطعی رو بهتون میگم.
با اجازتون. من نه مجری تلویزیونم نه رقیبت، از این لبخندا تحویل من. یعنی با نیت خیرم نمیشه تو رو گول زد؟ میدونی که نمیشه، برات آب لیمو عسل آوردم. حالا کی گفته من سرما خوردم؟ مگه همه چیزو باید گفت؟ فکر کردم شاید اذیتت کنم. برو، نگرانی؟ نگران نه، میدونم هنوز فرصت داری همه چیزو تغییر بدی. واقعا؟ احمد تو ایده های درجه یکی داری، ایده هایی که میتونی به خاطرش از خیلی چیزا بگذری. به نظرت انتخاب درستیه؟ به نظر من درست مطلق وجود نداره، اینجا فقط باید انتخاب کنی. من تو میگی پیشنهادش رو قبول کنم؟ احمد تو تصمیمتو گرفتی. من باید موافقم. مدارک. استان رقاق. بفرمایید. ماشین شماست. بله. ماشین شماست؟ نه دزدیدمش، مشکلیه؟ نه رنگش قشنگ. بهتون نمیاد اینجوری بخواین مخ بزنین. قصدشم ندارم. کثیفه، یه ذره بهش برسید. شما از آدمای این آقا بد اخلاقه یا خبرنگاری؟ هیچ کدوم، من مشاور ارشد دکتر ملک هستم. پس مینومار مواظب باشیم، به نظرم یکم اعصاب نداره، تو مود حال گرفتنه. تمام تلاشم میکنم. ببین ماشین خانم چشه درستش کن.
اون ملت دقیقه 90 ایم. حالا که کمتر از 48 ساعت مونده که مردم تصمیم بگیرن برن پای صندوقای رأی، به فکر افتادیم که عقبیم. رقیب افتاد جلو. چیکار کنیم؟ به حاجی خاتم زنگ بزنیم بیاد معجزه کنه. خب حاجی خاتم که 6 ماه پیش بهتون گفت بیام براتون معجزه کنم. ولی اون موقع گوش نکردین، نتیجه‌اش هم دیدین. سواری بلدی؟ دکتر ملک، یادتونه من خودم اول بهتون پیشنهاد دادم، گفتم سفاریان علی آبادی از من مشاوره خواستن و گفتم من حاضرم این مشاوره رو به شما بدم. اگه برنده شدین که اون موقع حتما میشدین، چون الان دیگه مطمئن نیستم، شما به من قول بدین منو به عنوان معاون اولتون انتخاب کنین. اگرم نشدین، ما رو به خیر شما رو به سلامت. انتخابات سال 2000 امریکایی که یادتون هست، وقتی الگور تو انتخابات از بوش شکست خورد، افسردگی گرفت، 2 سال تموم غیبش زد، بعد با 30 کیلو اضافه وزن برگشت. در حالی که همه ما میدونیم الگور کاندید شایسته تری نسبت به بوش بود. ولی خب شایستگی همیشه باعث پیروزی و موفقیت آدم نمیشه. پیشنهاد شما رو میپذیرم. ستاد به کمکتون احتیاج داره. معلومه که نیاز داره، اون موقع هم نیاز داشت. الان هم دیگه فکر میکنم چون شکستتون برای خودتون بحرست شده به یاد من افتادیم. ولی به نظر من هنوز فرصت هست. مناظره شما رو دیدم، نقطه مثبت شما جناب دکتر ملک که همیشه پشت‌سرتونم گفتم اینه که مرد عملی، نه حرف. ولی خب تو انتخابات همیشه این حرفه که آدمو برنده میکنه، نه عمل. درست پس زمانی که هنوز تلویزیون وجود نداشت، روزولت برای بار سوم رو ویلچر برنده انتخابات شد. جناب دکتر، میدونم دیگران باعث شدن که شما دست از لجبازی بردارین، وگرنه شما همین الانش هم سایه منو با تیر میزنید. شما انگار هنوز از گذشته دلگیرید. 15 سال از اون به گمگو گذشته. من حق بدین، اون موقع من به عنوان رئیس مجلس حق داشتم از جلسه اخراجتون کنم. الان تکرار حرفای گذشته کمکی به ما نمی کنه. به هر حال جناب دکتر، من هنوز سر حرفم هستم. فقط تعهدتون رو به صد به من تا ظهر به صورت کتبی بدید. کی میتونیم قرار بذاریم؟ مناظره آخر امروزه، 5:00. یه ساعت وقت نهار امروز. چنان آمادتون میکنم که سفاریان خوابش هم نمیتونه ببینه. خیلی دلم میخواست بدونم چرا با اینکه سفاریان و علی آبادی ازتون کمک خواستن بهشون مشاوره ندادی. برای که اون موقع سفاریان وعده معاون اولیش رو به علی آبادی داده بود و نمیشد کارش کرد. ولی خب یادتون باشه که من به خاطر منافع ملی همیشه طرف شخص صالح‌تر رو میگیرم. خب جناب دکتر، سلام. امیدوارم نکاتی رو که بهش گفتم رعایت کنه. خیالتون راحت استاد. دکتر ملک آدم باهوشیه، با حواس جمع وارد رقابت میشه. بابا سلام خانم افخمی. سلام علیکم. سلام علیکم جناب حاجی خاتم، مشتاق دیدار قربان. خانم، از آخرین باری که شما رو زیارت کردم سالها گذشته، فکر کردم الان دیگه باید بازنشسته شده باشه. تقصیر بنده نیست قربان، به لطف دوستان که فکر میکنن گهگاهی حضور کنده های قدیمی نیازه در خدمتتونم. جناب علی چطور؟ مثل این که حالا خیال بازنشسته شدن نداری؟ خب مام، مثل این که به لطف دوستان حضورمون الان نیازه. پس به این ترتیب بی حسابی. با اجازه. با اجازه. بله.
همه چی اومده است؟ آره ممنونم از شما. آره ممنون. میکروفون رو هم چک کنید. مطمئن باشیم تا قبل از ضبط مشکلی پیش نیاد. یک دونه گوم هم به عنوان رزرو خودتون بگیرید. کمی کمی 4 سال، پر پرش هم 8 سال. بالاخره در خدمت یک کدوم از این آقایون باید باشید. سلام قربان. سلام. سلام. زحمت میکشم این صفاریان رو یک صندلی بشینی. برای چی؟ خانم افغانی گفتم به خاطر اینکه تنوع ایجاد بشه. یعنی تلویزیون کارش به اینجا رسیده که با نشستن من رو اون صندلی تنوع ایجاد میشه؟ لیبک‌ها رو باز کنید. صدایی به لیبک‌ها رو به من بگید. این نور چی شد؟ یه لحظه تست کن میکروفونتو. ببین درست شد یا نه؟ خیلیتون بخیر. سلام قربان. خیلی خوش آمدید. متشکر. همه آماده باشید. آقای نعمتی سکوت بدید لطفا، میخوام موتور بگیرم. همه آماده باشید برای آخرین مناظره زنده. موتور میگیرم. موتور بگیرید. موتور بشمارید لطفا. 3 2 1 کیو بدید. به نام خدا، عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما بینندگان محترم. آخرین مناظره ریاست جمهوری رو تقدیم حضور شما میکنیم. موضوع امروز ما سیاست خارجی و معاهده 8 هست و البته تأثیراتی که میتونه بر آینده یک دوباره شبه قبلی تو بده کشورمون داشته باشه. در بحث آقای مهندس صفاریان، شما همیشه در برنامه‌های انتخاباتی و مناظره‌هایی که داشتید با معاهده 8 مخالف بودید. میتونم بپرسم چرا؟ فراموش نکن که صفاریان خیلی از جزئیات و سوراخ‌سنبه‌های معاهده 8 اطلاع نداره. اشتباهش هم اینجاست که چون در کل باش مخالفه، خیلی روش مطالعه و تمرکز نکرده که بتونه مانور بده. این میشه نقطه قوت شما. میتونی روش مانور بدی. میتونی ازش استفاده کنی. از کنم به هر حال بحث در اینه که خود ما هنوز در اول راه هستیم. و برامون خیلی زوده که بخوایم به عنوان صادر کننده اول فناوری بیوتکنولوژی در منطقه شناخته بشیم. شما به عنوان کسی که چه در زمان نمایندگی مجلس و چه در زمان حال به عنوان نامزد ریاست جمهوری روی این مسئله مطالعه و تمرکز کردی، اول بحث رو از لحاظ علمی و فنیش باز کن. طرفت گیج میشه چون هیچ اطلاعات علمی و فنی راجع به این مسئله نداره. ما باید ببینیم که معاهده 8 چی میگه. چرا بنده با این اصرار با اون موافقم و جناب آقای مهندس صفاریان با این سماجت باش مخالفت میکنم؟ اول باید ببینیم چه توانایی هایی داریم. دو ببند روی میدیوم. از اونها به نفس منافع 4 آمده باش. باید باور کنیم که در امر بیوتکنولوژی و فناوری سلول‌های بنیادی در منطقه پیشتازی. اما اثرات این پیشتازی چیه؟ 1. بحث تولید نرم‌افزاری در امور مختلف طب. بخوام مثال بزنم، یکیش میشه افزایش میزان باروری، سلامت جنین و سلامت جسمی، روانی و روحی تمام آحاد جامعه. 2. مهندسی ژنتیک و زیست شناسی سلول‌های جنسی. سومین حسن این طرح پرورش سلول‌های بنیادی و زیست شناسی تکوینیه. فناوری نانو و زیست مواد، بحث اساسی سلول درمانی. بعد از اون بار چون ضعف اصلی مناظره قبلی بحث اقتصاد داخلی بوده، توضیحاتتو ببر به این سمت که چه امتیازات اقتصادی عظیمی این معاهده 8 برای کشور میتونه داشته باشه. یکی از مهمترین دستاوردهای این امر تولید فاکتور فیبروپلاستی انسانه
که میتونه منجر به صرفه‌جویی ارزی کلان برای کشور. آیه ترملک، من فکر میکنم که این مناظره رو با برنامه علمی شبکه 4 اشتباه گرفتم. ای دکتر، اینجا که جای این حرفا نیست که عزیز من. دقیقاً همینجا جاشه. حضرت عالی بنده رو متهم میکردید و میکنید به اینکه هیچ طرح مدون و کامل اقتصادی برای مملکتم نداشت. همینجا باید خدمت شما عرض بکنم، شما یا از مزایای اقتصادی کلان معاهده 8 بیخبرید، یا فرصت و وقت و حوصله کافی نداشتید که این طرحی که بنده برای شما ارسال کردم رو مطالعه بفرمایید. ببخشید آقای دکتر، برای بنده فرستادی؟ بله، میتونید از رئیس دفترتون بپرسید. برای همینی که حضرت عالی صرفاً از باب رقابت بدون ارائه دلیل با اون مخالفی. شما میدونید مخالفت شما با این طرح چه زیان اقتصادی سنگینی به کشور وارد میکنه؟ بنده صادقانه عرض میکنم، با صداقتی که در شما سراغ دارم، اگر از مزایای اقتصادی این طرح مطلع بودید برای منافع ملی کشور، شما هم شخصا به بنده رأی میدادید و پا به پای من برای تصویب و اجرایی شدن معاهده 8 به بنده کمک میکردید تا به نتیجه. شما در جلسه قبل جناب دکتر ملک داشتید مغلطه میکردید، الان هم دارید سفسطه میکنید. مناور تو بذار رو حس میهن پرستی، بذار مردم کیف کنن. وقتی میگی ما قدرت اول منطقه هستیم در این فناوری، بحث مبارزه با استکبار جهانی هم که هیچ وقت کهنه نمیشه، همیشه میتونی روش مانور بدی. ما تنها کشور منطقه هستیم که صاحب این تکنولوژی. ما میتونیم باب سرانجام رسوندن معاهده 8 به عنوان تنها صادر کننده انحصاری این فناوری از این جغرافیای سیاسی به کشورهای همسایه جایگاه خودمون رو به اثبات برسونیم. به طبع بسیاری از همسایه های ما که از ابرقدرت های مثل آمریکا و انگلستان دوری میکنند یا از کشوری مثل رژیم صهیونیستی دوری میکنند، میتونن بیان و از این فناوری از طریق ما استفاده بکنند. با انجام این عمل میتونیم خودمون رو در منطقه به عنوان یک همسایه صلح طلب دوست به دیگرون بشناسونیم. من از جناب آقای صفاریان سوال میکنم، آقای مهندس، آیا تنها و ابتدایی ترین وظیفه کشوری مثل کشور ما این نیست که به همسایه های خودمون کمک بکنیم در این زمینه؟ اسم این کار شما رو من میذارم عوام فریبی، سوء استفاده از احساسات ملیگرایی مردم. مگر نه چه تضمین است که تمام این قولایی که جناب آقای دکتر ملک اینجا دارن میدن عملی بشه؟ اصلا چرا روسیه و چین که جزو کشورهای منطقه نیستن باید در این معاهده شرکت کنن؟ خیلی ساده است آقای مهندس، چون اونها هم دنبال منافع ملی خودشون هستند. اونها با سرمایه گذاری در معاهده 8 میتونن سود سرشاری رو به جیب بزنند. ما به هر صورت با این فناوری موقعیت خودمون رو در منطقه تثبیت کردیم، اما اونها هم اعتبار اقتصادی برای خودشون به ارمغان میارن، هم اعتبار سیاسی در مقابل غرب. به هر صورت توی مناسبات سیاسی اینها بده بستونه دیگه، فشار میارن، امتیاز میگیرن. ما باید از انگیزه های دیگرون در جهت منافع خودمون استفاده بکنیم. این اصل اساسی و اصلی علوم سیاسی. یک کد میخوام بهت بگم که میخوام تو مناظره ازش استفاده کنیم. شرکت چند ملیتی HNK در آلمان، صفاریان در این شرکت منافعی داره، حواست باشه. کاری که شرکت HNK میکنه، شما دقیقاً بهتر از من به جزئیات فعالیت این شرکت واردید. من تعجب میکنم آقای مهندس، با این همه تجربه و تخصص و سابقه کار چطور متوجه این جزئیات و این
نکته بسیار حساس در این معاهده و طرحی که بنده خدمت رو ارائه کردم نشد. خب به عنوان جمع‌بندی جناب آقای دکتر ملک، شما نکات مثبت و منفی خودتون رو لطفا بیان کنید. تصور میکنم بتونم مردم کشور خودم رو با هم متحد بکنم در جهت حفظ منافع ملی کشور، اما اعتراف میکنم که بنده هیچ رابطه خوبی با کاغذبازی و بوروکراسی ندارم. من مرد عملم، نه کاغذبازی و حرف. بسیار خوب. آقای مهندس صفاریان شما چطور؟ من به مدت 8 سال معاون اول رئیس جمهور بودم و کارنامه قابل قبولی هم از خودم به جا گذاشتم و قرارم نیست به صورت آزمون و خطا کاری رو انجام بدم. با تمام احترامیم که برای جناب آقای دکتر ملک قائل هستم، باید بهشون بگم بوروکراسی هم یکی از ارکان مهم این مملکته. نظم و قانون بدون بوروکراسی معنایی نداره. این جزئی از نظام و سیستم حکومتی پیشرفته هر کشوریه. اما نکته منفی، من نکته منفی دارم؟ من که مستثنا نیستم، منم مثل ایشون نکته منفی دارم. نکته منفی بنده میریشی آقا، بنده یه آدم احساسی هستم. چطور؟ وقتی میبینم برنامه‌های انتخاباتی جناب دکتر ملک برای بازنشستگان بدبخت که هیچ کاری ایشون براشون نمیتونه بکنه، براشون یه بیمه درست حسابی نمیتونه تهیه ببینه، خب این منو غمگین میکنه. این اگه اسمش نکته منفیه، خب بنده بله من نکات منفی دار. جناب آقای مهندس صفاریان، شما فکر نمیکنید مردم از ما به عنوان رئیس جمهور آخرین انتظاری که دارن اینه که احساساتی با مسائل برخورد بکنیم؟ ما باید منافع ملی رو در نظر بگیریم. برای شما گفتنش راحته جناب آقای دکتر، چون حس همدردی رو با مردم ندارید. ببینم آقای دکتر، اگه خدایی نکرده برای یکی از بستگانتون اتفاقی بیفته، شما اصلا هیچ ناراحت نمیشی؟ بازم همونطور سفت دو سخت تصمیم قاطع میگیری؟ اصلا آی دکتر ببخشید، میتونید شما تمام این برنامه هاتون رو جلوی این دوربینای تلویزیون به مردم شریف ایران قول بدید؟ میتونید؟ فن این گوی و این میدان. هر سیاست مداری بالاخره در طول فعالیت سیاسی خودش به زنگاه‌های سرنوشت‌سازی رو تجربه میکنه. آدم باید در موقعیت قرار بگیره های مهندس تا بشه راجع به اون صحبت کرد. وقتی ما میپذیریم که قبای سنگین و سخت مسئولیت ریاست جمهوری یا هر مسئولیت دیگه ای رو به تن بکنیم، طبعا تبعات اون رو هم میپذیریم. مسئولیت در قبال تبعاتی که بر ما گاهی تحمیل میشه. بله جناب آقای مهندس، بنده اگر در شرایطی قرار بگیرم که بین منافع ملی کشورم و سرنوشت عزیزترین کسانم، چه از خانواده و چه دوستانم، تضادی ایجاد بشه، شک نکنید که بدون احساسات با منطق منافع ملی کشورم رو به منافع شخصی خودم ترجیح خواهم داد. آخرش هم به نظرم بحث رو شخصیش کن، مستقیم توی دوربین نگاه کن، انگار که داری تو چشم تک تک مردم این مملکت نگاه میکنی و بگو که ظرف 6 ماه میتونی این معاهده رو به سرانجام برسونی و بعد بگو که تأثیرش روی اقتصاد و تورم کشور چقدره. این یعنی تیر خلاص. بینندگان عزیز، مردم کشورم، من احمد ملک به شما اطمینان میدم که سرفصل برنامه‌های خودم، یعنی معاهده 8 رو که حاصل تلاش حدود 400 نفر کارشناس زبده این کشور هست، دقیقاً تا 6 ماه پس از انتخاب شدنم به عنوان رئیس جمهور این کشور به مرحله اجرا دارم. این اتفاق میتونه تحول بزرگی
در اقتصاد سرزمین ما ایجاد. مردم ایران، هموطنان عزیز، از شما میخوام به این فرزند کوچک ایران اعتماد کنید. دو خدافظی میکنه مجری آروم زنبکان. صدای موسیقی تیتراژو بدید تو تصویر استودیو. تبریک میگم جناب حجر خاتم. قطعا حضور شما در کابینه دکتر خیلی مؤثر خواهد بود. حضور من همه جا مؤثره. فکر میکنم الان دیگه مال سفاریان اینو خیلی خوب میفهمه. به نام خدا. با سلام خدمت شما بینندگان محترم. طبق اطلاعیه شماره 34 وزارت کشور در مورد آخرین نتایج انتخابات ریاست جمهوری، جناب آقای دکتر احمد ملک از مجموع 47,600,325 رأی مأخوذه از 117,548 صندوق اخذ رأی با کسب 51% آرا نسبت به آقای مهندس جلال صفاریان که 42% آرا را به خودشون اختصاص داده بودند، به عنوان رئیس جمهور منتخب مردم برگزیده شدند. بخش بعدی خبر ساعت
چک.